به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. توجه کنید به دو خبر فوری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان اعلام کرده است که روز یکشنبه 8 میزان منطقه مندیقل ولسوالی کوه صافه گواه جاری شدن سیلاب بوده است. در پی این رویداد طبیعی چندین بابخانه مسکونی، باغها و زمینهای زراعتی باشندگان محلی تخریب شده است. در این حال شماری از سیلاب زدگان اخیر در کوه صافه خواستار کمک‌های فوری از سوی نهادهای امدادرسان بین‌المللی شدند. و در پایان واکنش تند عطا محمد نور به اظهارات امرالله صالح درباره دکتر نجیب الله و سازمان خاط. به دنبال اظهارات امرالله صالح در دفاع از کارنامه خاط و دکتر نجیب الله، والی پیشین بلخ او را به نادیده گرفتن شکنجه و قتل مخالفان حکومت کمونیستی افغانستان به دست این سازمان متهم کرد. آقای نور گفت که وابستگان او توسط خاط شکنجه و اعدام شدند. معاون پیشین اشرف غنی روز گذشته به مناسبت سالروز کشته شدن دکتر نجیب به دست طالبان از کارنامه اش دفاع کرد و از هیولا سازی رئیس جمهور کشور و رئیس سابق خاط انتقاد کرد. صالح در شبکه اکس نوشت: خاط یک دستگاه مردم پسند و ایدئال نبود و قضاوت تاریخ نسبت به آن منفی است، ولی در این حال آن هیولای مردم کش که مطبوعات غربی در از آن ما از خاط ترسیم کرده بود نیز در آن وجود نداشت. عطا محمد نور در واکنش تند به این اظهارات، خاط یا سازمان خدمات امنیت دولتی را متهم کرد که هزاران نفر را دستگیر، شکنجه و حتی زنده به گور کرده است. به گفته عطا، این سازمان مسئول مستقیم کشتار و شکنجه مخالفان به ویژه اعضای نهضت اسلامی بوده است. به گفته والی پیشین بلخ، کاکای او زندانی و داماد کاکایش اعدام شد و پدرش نیز چندین بار به دست خاط زندانی و شکنجه شده بود. نور صالح را به تحریف تاریخ متهم کرده و اظهار داشته است که برای دادن دکتر نجیب به احترامی به جهاد و یادآور رنج‌ها و قربانیان آن دوران است. امرالله صالح نوشته است که در دوران ماموریت خود در ریاست امنیت ملی تحقیقات درباره عملکرد خود انجام داده و هیچ نشانه از انتقامگیری قومی یا گروهی در این سازمان نیافته است. دکتر نجیب الله از چهره های مورد منازعه در تاریخ افغانستان است. جمع او را قهرمان وطن پرست می خوانند و شماری به کشتار و شکنجه مخالفان متهمش می کنند. صالح از طرح مصالحه ملی دکتر نجیب ستایش کرده و سخنرانی او را ماندگار خوانده است. دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان 28 سال پیش به دست طالبان در کابل اعدام شد. تشکر از توجهتان، تا بعد، بدرود.